سال بعدی رو میبینیم، مساحت کف استخری 800 متر مربع و عمق آن 2 متر، دمای سطح آب 25 و دمای کف آب 20. اگر ضریب رسانندگی آب 0.6 باشد، آهنگ شارش گرما چند کیلو جول بر ثانیه است؟ کیلو جول خواسته. خب ایو داریم، مساحت عمقو داریم که ضخامت ما میشه در از گرما از کف استخ یا از سطح استخ میخواد به کف انتقال گرما صورت بگیره. دمای سطح آبو داریم 25، دمای کف آبو داریم 20، اختلاف دماشون میشه 5. کام که داریم این مقدار، گرما رو فقط به کیلو جول خواسته. میریم رابطه رو دوباره مینویسیم، پای تخته رو نگاه کنید. پس من دیگه رابطه رو اینجا دارم، تکرار نمی کنم عزیزانم. رابطه رو اینجا داریم. خب Q تقسیم بر T، آهنگ رسانش اینو خواسته، کارو داده بود 0.6، 6 ضرب در 10 به توان منهای 1، ایو داده بود 800 میشه 8 ضرب در 10 به توان 2، دلتا تتا اونم شد 5، ضخامت هم شد 2. خب خیلی ساده است، این 2 رو با 8 بزنیم 4، 4 ضرب در 5 20، 20 ضرب در 6. پس این نسبت کیو به تیمون، یه بار دیگه 5 ضرب در 4 20 میشه 120 که یه دونش میره میشه 12، ضرب در 10 به توان چند؟ بله 2. خب ضرب در 10 به توان 2 میشه 1200، 1200 جول بر ثانیه میشه. ولی از ما چی خواسته بود؟ بچه ها به کیلو جول خواسته بود. پس میشه 1.2 کیلو جول بر ثانیه. پس نسبت کیو به تیمون باید 1.2 کیلو جول بر ثانیه باشه. خب بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. گزینه 4 ما جواب صحیحمونه. بریم سراغ صفحه بعد و سوال بعدی. یک صفحه مسی دایره و یک حلقه مسی که قطر هر کدومشون 20 سانتی متر را در مجاورت گرما قرار داده و دمای هر دو را 200 درجه افزایش میده، محیط هر یک چه اندازه بر حسب میلیمتر اضافه میشه؟ خب ما محیط رو اگه بخوایم بعد قطر رو پیدا کنیم، بعد ضرب در عدد پی کنیم. خب قطر هر دو رو داده بود 20، قطر ثانویه‌اش رو پیدا بکنیم، از روی قطر ثانویه‌اش محیطش رو به دست بده. چرا این دوتا محیطشون یکی صفحه است یکی حلقه است؟ برای اینکه یادتون باشه بین اون حلقه و صفحه که هر دو از جنس مس هستن اختلاف جرمه، در انبساط هم جرم دخالتی نداره. چه به صورت حلقه درست کنیم چه به صورت یه صفحه درست بکنیم، مقدار انبساط هر دوشون یکسانه، بنابراین برای هر دوشون یکسان خواهد بود. پس اول بیایم قطر رو به دست بیاریم، قطر ثانویه‌اش رو، بعد از قطر ثانویه‌اش بیایم محیط رو به دست بیاریم. عدد پی هم که گفته، آلفا هم که گفته، بریم ببینیم چیکار میکنه. خب برای قطر میخوایم حساب کنیم، پس انبساط طولیه، دلتا ال، ال یک، آلفا دلتا تتا. دلتا المون رو به دست بریم، این افزایش قطرمون. قطرمون چقدر بوده؟ 20 سانتی متر. ضرب در آلفا مون هم داده 4 ضرب در 10 تا منهای 5، دما هم گفته 200 درجه. دلتا ال ما بچه 2 ضرب در 2 4، 2 ضرب در 4 8 و 2 16. 16 ضرب در 3 تا صفرش هم با این میره میشه منهای 2 میشه 16 صدم سانتی متر. خب حالا پس الان ما محیطمون در از قطر جدیدمون L2مون چقدر میشه؟ این قطر جدید چقدر بوده؟ 20 سانتی متر بوده، میشه 20 ممیز 16 سانتی متر. به میلی متر بخوایم بگیریم میشه 201 ممیز 6 میلی متر، ضرب در 10 کردم. خب حالا قطر ضرب در عدد پی، این الان قطر بوده دیگه، 20 ما قطر بوده، اینجا هم الان قطر ثانویه همون شده، ضرب در عدد پی بکنیم که 3 هست میشه محیطش. پس این محیط رو میگیم قطر ضرب در عدد پی، پیمون به دست میاد، قطرمون شد 20 ممیز 16 ضرب در 3 میشه 18 و
بله 4 و 0 و 6 604. یه بار دیگه چک کنیم. 3 6 تا 18 تا 3 2 3 تا 4 تا و درسته. 604.8 گزینه صحیح ما هست بر حسب میلیمتر. پس برای پیدا کردن محیط ما اول باید قطر جدید رو پیدا کنیم، بعد ضرب در عدد پی کنیم توی محیط جدید به دست بیاریم. بریم ببینیم. گزینه 2 604.8 میلیمتر میشه محیط ما. سال بعدی گفته در یک روز گرم یک تانکر 30000 لیتری حمل سوخت در دمای 20 درجه سوخت را کامل تحویل گرفته و در دمای 0 درجه سلسیوس تحویل میدهد. یعنی 20 درجه دماش کاهش پیدا کرده، پس انقباض پیدا میکنه، یعنی حجمش کم میشه. میگه اگر انبساط مخزن صرف نظر بشه چند لیتر سوخت در محل تحویل میده؟ خب این انبساط، انبساط حجمیه. حجم اولیه رو داریم 30000 لیتر. کاهش دمامون هم داریم 20 درجه، آلفامون هم داریم. اگه اینا رو همه رو در هم ضرب کنیم اون کاهش حجمه به دست میاد. کاهش حجمه یعنی 30000 باید ضرب در 20 ضرب در این عدد بشه که جوابش به دست بیاد. همینجوری بچه ذهنی حساب بکنیم، نگاه کنیم 30000 ضرب در این که با این میره میشه 30، 30 ضرب در 20 میشه 600، 600 لیتر کاهش پیدا میکنه. از چقدر؟ از 30600 تا کم بکنید. از 30600 تا کم بکنید. 29400 گزینه یکش میشه. خیلی سریع و راحت. پس دلتا وی بود. وی بتا دلتا تتا. این وی اولیمونه. ضرب در بتاش کردیم. 30000 رو ضرب در این کردیم. بعد ضرب در دلتا تتاش کردیم، عدد 600 در اومد. چون کاهش بوده به خاطر اینکه دما کم شده از این باید کم بشه. خب میریم سراغ سوال بعد. گفته در شکل مقابل مقدار هوا از انتهای لوله مسدود شده که ارتفاعش 8 سانتی متر، ارتفاع هوای 8 سانتی متر. مقدار جیوه درون لوله اضافه گردد تا ارتفاع جیوه به 15 برسه. پس این ارتفاع الان 6 بوده برسه به 15. ارتفاع هوا چند سانتی متر می شود؟ دمای هوا را هم ثابت گرفته، فشار هوا را هم 75 سانتی متر جیوه. الان بچه ها اینجا کی فشار وارد میکنه؟ هوای داخل لوله. اینجا کی فشار وارد میکنه؟ هوای بیرون و 6 سانتی متر جیوه. پس الان فشار هوای اینجا با فشار این قسمت برابره. فشار این قسمت پ صفر به علاوه 6 سانتی متر جیوه است که فشار هوا میشه. ارتفاع هوا اینجا 8. حالا اگر این ارتفاع رو به 15 برسونیم میخوایم ببینیم ارتفاع هوا چقدر خواهد شد. نگاه کنیم پای تخت رو. خب چون دما ثابت بوده میتونیم بنویسیم P1 V1 مساوی P2 V2. P1 به جای V1 بنویسیم آهاش 1، P2 به جای ودا هم بذاریم آهاش دو. آ با هم میرن چون قطرا برابرن، سطح مقطعشون با هم برابرن. پی یک اول اون بچا، پی یک اول ما یه پی صفر بوده به علاوه 6 سانتی متر جیوه که اینم داده 75 تا میشه 81 سانتی متر جیوه. درسته بچا؟ پی بعدیمون P صفرمون هرچی بوده 15 سانتی متر شده ارتفاع جیوه. گفت اگه ارتفاع جیوه 15 برسه، 75 هم بوده میشه 90 سانتی متر جیوه. خب جایگزین کنیم. P یکمون چند؟ 81. ارتفاع هوای 8 بوده، 8 سانتی متر بوده. P دومون شده 90 ضرب در 8. درسته بچه‌ها؟ خب 9 با 90 با 9 10 این میشه 9، 72 72 دهم، 72 دهم سانتی متر. یعنی از 8 سانتی متر به 72 دهم سانتی متر ارتفاع هوا میرسه. در مورد انبساط گازها بر اساس فشار مایعات این مشخص شده. میریم در ادامه جواب رو چک کنیم و سوالای بعدی رو ببینیم.
بله همونطور که میبینید گزینه 4 جواب صحیح ماست. درود بر شما دوستای عزیزم، با مروری که به درس نامه دارید از مبحث ترمودینامیک فیزیک 1 سال 10 ما شروع میکنیم اولین تست رو با این شکل که شما درس نامه رو خوندید یا آمادگی برای درس دارید و من در حین درس مطالب مهمی که ممکنه شما از نظر دور کردید رو براتون تکرار میکنم. میگه نمودار مقابل برای مقداری گاز کامل تک اتمی رصد شده، مجموع کار و گرمای مسیر آبسه چند جور است؟ شکل نمودار رو ببینید و گزینه ها. خب بچه پای تخت من این شکل رو کشیدم، با همدیگه میریم نگاه میکنیم، توضیحات کافی رو براتون میدم. نگاه کنیم. همونطور که میبینید یک مسیر آبسه رو نشون داده، یه فرایند همهج، یه فرایند همفشار و مجموع کار و گرماش رو میخواییم حساب بکنیم. خب فرایند همهج کار داره، گرما کار صفر گرما داره، فرایند همفشار کار و گرما رو هر دو داره. اما یادتون باشه ما گفتیم که مجموع کار و گرما برابر بود با تغییرات انرژی درونی، قانون اول ترمودینامیک. از طرف دیگه تغییرات انرژی درونی بود 3/2 ان آر دلتا تی برای گازهای تک اتمی، اگه دو اتمی بود 5/2. اینو باز به یه شکل دیگه هم میتونستیم بنویسیم، 3/2 وقتی ان و آر و دلتا تی رو نداریم، P2V2 منهای P1V1. بچه یادتون باشه که تغییرات انرژی درونی تنها کمیتیه که به مسیر فرایند بستگی نداره، یعنی به نقطه ابتدایی، دمای ابتدایی و دمای پایانی بستگی داره، یا به عبارتی به فشار و حجم اولیه و فشار و حجم ثانویه بستگی داره. پس اینجا من به جای اینکه بیام کار و گرما رو تک به تک حساب کنم، یه دفعه مجموعشون رو که از من خواسته دلتا یو رو به دست میارم، چون از من خواسته مجموع کار و گرما. بنابراین دلتا یو رو من اگر پیدا کنم، مجموع کار و گرما رو حساب کردم، 3/2 که مربوط به گاز تک اتمیه. خب P2V2 یعنی کدوم نقطه؟ آخرین نقطه اینجاست، اولین نقطه اینجاست، دومی نقطه اینجاست. پس منظور از P2 یعنی PSC. پیش چنده؟ 4. ولی چی؟ اتمسفر. 10^5 داره. ویش چنده؟ این نقطه سی. ویش چنده؟ 20 لیتر. یه 10^-3 داره، برای اینکه لیتر باید به متر مکعب تبدیل بشه. پس یه 10^5 ماله. یه 10^-3 کلن یه 10^2 داره. خب منهای P1V1، P1 ما نقطه A 1/2 ضرب داره 10. یه 10^2 هم گفتیم برای هر کدومشون داریم که فاکتور گرفتن. خب بریم سراغ این قسمت ببینیم این چند میشه بچه ها؟ 80 تا. این چی؟ 12 تا. از 80 تا 12 تا بره، بله میشه 68. درسته بچه ها؟ این پس این عبارت میشه 68. بنابراین دلتاییو ما میشه 3/2 ضرب در 68 ضرب در 100. خب کدوم راه بهتره؟ بله 68 رو با 2 میزنم میشه 34. 3^4 = 12 تا، 9 تا اونم 10 تا، 2 تا هم 0 جلوش، دلتاییوم میشه 10200 جول. مجموع کار و گرما. پس دوستای عزیز من دقت بکنن که وقتی مجموع کار و گرما رو میخواد، ما بهترین راه اینه که دلتایی رو به دست بیاریم. دلتایی رو هم اگر دماها رو داشتیم و تعداد مول رو داشتیم، این راه مناسبه. یه وقت ممکنه تعداد مول و دماها رو نداریم، میتونیم با داشتن فشار و حجم ثانویه و فشار و حجم اولیه، با توجه به اینکه نوع گازمون تک اتمی و دو اتمی، این ضریب رو مشخص میکنیم و محاسبه دلتایی رو خیلی راحت تر انجام میدیم که همون مجموع کار و گرماست. جواب ما پس 10200. ما یه گریز زدیم، گرمای اینو حساب نکردیم، کار و گرمای اینم حساب نکردیم، یه ضرب جواب دست بردیم.
10200 شد. بریم گزینه‌ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه 3 جواب صحیح ماست که میریم با هم دیگه سراغ سوال بعدی. باز دوباره یه نمودار وی بر حسب لیتر و دما بر حسب درجه کلوین رو داده، گفته 1.2 گاز کامل دو اتمی، اینجا دو اتمی گفته، مسیر ABC رو طی کرده، اندازه کار انجام شده روی گاز و اندازه گرمای مبادله شده در این مسیر چند ژول است. آر رو 8 داده، سی وی رو 5/2 آر داده و سی پی رو 7/2 آر، چون گاز ما دو اتمیه. خب بچه ها من شکل پای تخته کشیدم، با هم دیگه میریم مرور میکنیم، براتون اونجا توضیح کافی میدم. سال بعدی بچه ها گفته 1.2 مول گاز کامل دو اتمی مسیر ABC را طی کرده، اندازه کار انجام شده روی گاز یعنی کار محیط و گرمای مبادله شده در این مسیر ABC چند جول است. آ را داده 8، سی پی را داده 7/2، سی وی هم داده. شکل رو انتقال دادم پای تخته، با هم نگاه میکنیم. همونطور که میبینید AB فرایند همحجم، BC فرایند همفشاره. خب کار مسیر ABC بچه ها اولی همحجمی که صفره، بعدی هم کار همفشار بچه یادتون باشه یه منهای P دلتا V داشتیم یا منهای NR دلتا T داشتیم، درسته؟ خب اینجا از کدوم بریم، پی دلتا وی یا ان آر دلتا تی؟ دلتا تی رو داریم، ان هم داریم 1.2، آر هم که داده 8، پس میشه منفی ان 1.2 آر 8، دلتا تی اونم منفی 200. بله خب این هم که میبندیم که روشه رو، حالا از اینجا دبلی آ بی سی یا ای بی سی رو به دست میاریم، میشه مثبته. خب ضرب میکنیم بچه، از اینجا در میاد 1920 شد. میریم سراغ گرما. گرمای ABC، یه گرما تو AB داریم که فرآیند هم حجمه، اگه تک اتمی بود 3/2، اگه دو اتمی بود 5/2 NR دلتا T، و بعدی که هم فشاره، اگه تک اتمی بود 5/2، چون دو اتمی 7/2 NR دلتا تی میریم. خب کیو بیسه یا ای بی سی یه دفعه حساب بچه چی مشترکه؟ ان که تو هر دوشون مشترکه، آر که مشترکه، دلتا تی این مسیر منفی 200، دلتا تی این مسیر هم منفی 200، پس دلتا تی هم فاکتور میگیریم، انمون شد 1.2، آر شد 8، دلتا تی شد منفی 200. خب 1/5 شد و 1/7 که جمع میشن 12/2، این میشه 6. از اینجا کیو A B C میشه 1.2 ضرب در 8 ضرب در منفی 200 ضرب در، چون 6 میشه. بله اینم مقدار گرمای این مسیر میشه 11520 جول گرمای مسیر ABC میشه، که با هم میریم گزینه ها رو چک میکنیم. خب گزینه 1 جواب صحیح ماست و سوال بعدی بچه ها، سوال بعدی گفته N مول گاز کامل تک اتمی طی 3 فرایند همدما، بیدرو و همحج چرخه‌ای را طی کرده است، کار فرایند بیدرو چند جول است؟ سی وی رو داره 3/2 آر و همونطور که میبینید اعداد رو تا جایی که لازم بوده نوشته. خب بریم پای تخته، اینو من شکلشو کشیدم بچه ها، نگاه بکنیم تشخیص همدم و بیدرو رو یه بار دیگه اینجا براتون بگم که مشخص بشه ما برای تشخیص همدم و بیدرو باید چه کار بکنیم. نگاه کنیم، خب عزیزان من همونطور که میدونید ما اگر میخواستیم طی یک فرایند همدما و بیدرو گاز رو متراکم کنیم، درسته بچه ها؟
گازو میخواستیم متراکم کنیم، فرایند بیدر رو بالا قرار میگرفت، همدما پایین. چرا؟ دلیلش هم این بود که توی همدما افزایش فشار بیشتر از همدماست. دلیلش چیه؟ چون این مبادله گرما نمیکنه، ولی توی همدما مبادله گرما میکنه. گاز رو متراکم میکردیم تو بیدر رو، چون مبادله گرما نمیکرد دما میرفت بالا، فشارم میرفت بالا. ولی تو همدما چون دما ثابته، اگه گاز رو متراکم میکردیم به همون اندازه هم گرما از دست میداد، پس نمیذاش فشار بره بالا. اگر این دوتا رو بخوایم در نظر بگیریم بچه ها، نگاه کنین، پس مشخص این بیدر رو، پس این همدما و این هم حجم. حالا فلشاش رو اگه در نظر بگیرید، یه همچی چیزی رو ما بخوایم تراکم بگیم، قطعا این بیدر. خب عرضم به حضور شما که در مورد اینکه ما دلتایو رو تو چرخه صفر داریم، یعنی دلتایو یک، اینو بگیرم دلتایو یک، دلتایو دو و دلتایو سه مجموعا باید صفر در بیاد بچه، چون دلتایو کل صفره. چرا دلتایو کل صفره بچه ها؟ چون دما از هر جا شروع میکنه دوباره بر میگرده سر جاش. انرژی درونی هم فقط تابع دما بود، پس چون دمای اولیه ای هست بر میگرده دوباره سر جاش، دلتا تیمون صفره، دلتا تی کلمون، دلتایو کلمون هم صفره. پس الان اینجا نشون میده که دلتایو کل که صفره، دلتا یو یک فقط گرماست، گرمای ای بی چون کار نداره، این فرآیند هم حجمه. بی در روه کاره، چون حجم زیاد شده کار در اصل منفیه، این یه منفی میذارم به خاطر اینکه حجم زیاد شده. بی سی چون گرما مبادله میکنه، همدمام که کلن صفره دلتا یوش. نتیجه اینجا اینه که دبلیو به سه با کیو آبه برابره. به سه فراینده بیدر روز، کیو هم که فراینده هم حجمه. خب حالا حساب میکنیم دبلیو به سه رو میخواییم، باید کار فراینده آبه، آبه چه فراینده هم حجمه، گازمون هم تکتومی بود، پس میشه سه دومه. چون اینو آره نداریم، پ دو و دو منهای پ یک و یک. خب ویش که ثابت رو چهار لیتره، فشارش هم از دو چهار به چهار رسیده، پس میام دبلیو به سه رو به این شکل حساب میکنم، این سه دوم رو چه حجمی ثابت؟ چهار ضرب در ده به توان منهای سه، فشارم از دو چهار رسیده به چهار، چهار منهای دو چهار میکنم ضرب در یه ده به توان پنج. خب حالا حساب میکنم این 4 و 2 که ساده میشه بچه ها، میشه 3 ضرب در 2 ضرب در، اینم چند در میاد بچه ها؟ بله 1 و 6 ضرب در 1 در به توان 2، از اینجا 960 ژول دبلیو به 3 ما به دست میاد که با هم دیگه جواب رو چک میکنیم. بله مجدد باز گزینه یک جواب ما شد 960 ژول، میشه کار فرآیند بیدر رو. بریم سراغ سال بعدی. سال بعدی بچه ها گفته که مطابقش یک مقداری گاز دو اتمی چرخی را پیموده است، اگر دمای نقطه C 500 درجه کلوین باشد، فرآیند CR هم گرفته هم دما، گفته گرمای مبادله شده در مسیر ABC چقدره؟ خب این شکل رو انتقال دادم پای تخته، با هم نگاه میکنم. خب همونطور که میبینید این دما رو گرفته 500 درجه کلوین. خب پس این دما 500 درجه کلوینه و این مسیر که هم حجم هست نشون داده شده این هم دما. دلتا یو این قسمت بگیرم، حالا دلتا یو حالا یک، این دو، این سه، دلتا یو سه مون صفره، دلتا یو یک مون میشه فقط گرمای این مسیر، دلتا یو این مسیرمون هم که دلتا یو دو بگیرم میشه کار و گرمای این مسیر. بچه ها دلتا یو ای
بی و سی چون این صفره و کلم صفره، دلتای یو کل ما صفره. پس نتیجه میگیریم که دلتای یو یک ما به علاوه دلتای یو دو ما به علاوه دلتای یو سه که خودش صفره برابر با صفره. به عبارتی دیگه میتونیم بگیم دلتای یو یک به علاوه دلتای یو دومون هم صفره. خب حالا پس نتیجه گیری میکنیم که دلتای یو این مسیرمون هم صفره. دلتای یو مسیر چون گرمای این مسیر رو میخواد، یعنی دلتای یو ABC که صفره، میتونیم نتیجه بگیریم که یعنی WABC به علاوه QABC هم صفره. به عبارت بهتر QABC ما برابر با منفی WABC میشه. خب یعنی گرمای این مسیر با کار این مسیر برابره. خب کار این مسیر کار این که صفره، فقط کار BC میمونه. به عبارتی QABC ما برابر با منفی کار BC. خب این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. کارم چجوری به دست میومد؟ منفی پی دلتا وی. یه منفی هم اینجا داره، پس میشه پی دلتا وی. پی که اینجاست، دلتا وی رو داریم، فقط این پی مجهول ماست. میریم پیدا کردن پی رو داشته باشیم. خب بچه دمای اینجا 500. درسته بچه ها؟ حجم اینجا چه تغییری کرده؟ خودتون بگید. از 8 دهم اومده به 2 دهم، یعنی 1/4 شده. پس دما هم اینجا باید 1/4 باشه. دلیلش چون تو فرایند همفشار دما با تغییرات حجم متناسبه، چون فشار ثابته. پس نتیجه میگیریم که چون از 2 دهم رسیده به 8 دهم، از این مسیر 4 برابر شده، پس از اینجا تا اینجا هم دما 4 برابر شده. پس اینجا دماش میشه 125. خب خودتون بگید دما از 500 رسیده به 125، یعنی چی شده تو فرآیند همحجم؟ 1/4 شده. پس اینم بعد 1/4 بشه. این نتیجه میگیریم که این میشه 8 دهم ضرب در 10^5. خب دقت کنید یه بار دیگه اینو بگم. ببینید از اینجا تا اینجا حجم چند برابر شده؟ 4 برابر. چون فشار ثابته پس دما هم بعد 4 برابر شده باشه. این دما 125 بوده که 4 برابر شده 500. درست شد؟ حالا بیایم سراغ این. تو فرآیند همحجم دما 500 رسیده به 125، یعنی دمامون 1/4 شده. پس نتیجه میگیریم چون 8 ثابته، فشارمون هم 1/4 میشه، میشه 8 دهم ضرب در 10^5. خب میریم سراغ حلش. پس QABC مساویه دیگه، این مثبت در اومد پی دلتا وی، این که شد 8 دهم ضرب در 10^5. درسته بچه ها؟ دلتا وی مونم از 2 دهم به 8 دهم میشه 6 دهم. خب بچه ها حساب بکنید، میشه 48,000 جول. پس گرمای ABC میشه 48,000 جول. میریم سراغ گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه 2 جواب صحیح ماست. ادامه میدیم.